دوستان عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رضا هستم در کانال فارسی پویوت اکادمی در یوتیوب با ادامه آموزش فتوشاپ در خدمتتونم و در این درس میخوایم بریم سراغ ادامه کار با کمرا را فیلتر کمرا را و با ما بقیه قسمتاش آشنا بشیم خب بریم سراغ منوی فتوشاپ فیلتر روی فیلتر کلیک میکنم میام و روی گزینه کمرا را کلیک میکنم تا پنجره تنظیمات و تغییرات در این فیلتر برای من به نمایش در بیاد خب ما با دو تا گزینه اول آشنا شدیم یعنی گزینه ادیت و گزینه اسپات ریمووال آشنا شدیم فهمیدیم که چه کاربردهایی هایی دارن حالا میخوایم بریم سراغ گزینه سوم که براشمون هستش روش کلیک میکنم یک سری آپشن برای ما به نمایش در میاد خب بریم قسمت های مختلفش رو یاد بگیریم ببینیم چه کاری میتونیم باهاش انجام بدیم من میام یه قسمت هایی رو روی یه حالت منظره کار میکنم یه قسمت هایی رو میرم روی چهره کار میکنم ببینیم تفاوتشون چیه و چه کاربردهایی روی این دو مورد دارن خب همونطور که بهتون گفتم آپشن هایی داریم برای تغییر رنگ و موارد دیگه ولی اگر من این رو الان کم و زیاد کنم هیچ تغییر روی تصویر نمیبینید دلیلش هم اینه که من اجازه بدیم اول دوتر صفر کنم بهتون دلیلش اینه که ما در ابزار براش بعد یه قسمتی رو انتخاب کنیم و اون قسمت انتخاب شده تغییر رنگ و تغییر حالت پیدا کنه اگر بخوایم کل تصویر رو تغییر بدیم که بهتون گفتم میریم در پنل ادیت و اونجا تغییرات رو اعمال میکنیم اما وقتی براش رو انتخاب کردیم بعد با گزینه براشمون یا یه جا رو کلیک کنیم یا اینکه یه ناحیه رو انتخاب کنیم و درگ کنیم و به قسمت انتخابیمون اضافه کنیم من اگر بیام یه جایی رو روی صفحه مثلا فقط یه کلیک کنم یه نقطه برای من شکل میگیره که در سایز مثلا سه پیکسل تغییراتی شکل خواهد گرفتن این قسمت ولی خب سایزش خیلی کوچیکه دیگه من اجازه بدین اینو پاکش کنم میام انتخابش میکنم با فلش موسم دیلیتش میکنم به راحتی با دکمه دیلیت روی کیبورد میام اول سایز رو بزرگ میکنم مثلا سایز رو میذارم روی 55 پنج ببینید محدوده ناحیه انتخابی من برای من مشخص میکنم مثلا این ذره کوچیک ترش کنم مثلا اینجا یک کلیک میکنم یه نقطه برای من به وجود میاد و نشون میده که در این حاشیه و در این محدوده در دایره اول که با خط تیره نشون داده میشه بیشترین میزان رنگ و در محیط بیرون اون حالت فید شدن و محو شدن اون رنگ انتخابی رو خواهم دید بیایم رنگ رو حالا کم و زیاد کنیم مثلا تمپرچر رو ببریم به سمت آبی میبینی تغییر رنگ دارم میبینم یواش یواش حالا به سمت سبز ببریم یا به سمت زرد ببریم تغییرات رو میبینیم اکسپوزر رو کم و زیاد کنم میبینید میزان فشار بر روی قلم بیشتر میشه کنتراست رو میتونم کم و زیاد کنم میتونم هایلایت به وجود بیارم و موارد مختلف رو اینجا میتونم کار کنم تغییراتی که مد نظرم به وجود بیارم حتی برم سراغ هیو و تغییر رنگی به وجود بیارم در آسمونی که دارم هر رنگی رو که خواستم مد نظرم هستش استفاده کنم میتونم حالت های مختلف رو به وجود بیارم حتی در گزینه پایین پایین در قسمت کالر میتونم یک رنگ جایگزین رو دستور بدم که اون رنگ جایگزین شکل بگیره این رنگی که انتخاب میکنم جایگزین موارد قبلی بشه برای من خب بریم یه بار ریست کنیم کار رو با فلشی که اینجا داریم ریست براش رو اگر بزنم تغییرات رو از بین می بره. من گفتم بهتون میتونم یه دونه کلیک کنم و یه نقطه انتخابی به وجود بیارم در شعاعی در شعاع و حالتی که میبینید روی تصویر که داره به من نشون میده در پریویو یا اینکه بیام و مثل براش دقیقا عمل کنم دکمه چپ موز رو یه جا کلیک کنم نگه دارم و شروع کنم به انتخاب کردن بخش هایی از تصویر همونطور که میبینید همه چی برای من تغییر رنگ پیدا کرد این قسمتی که انتخاب کرده بودم تغییر رنگ پیدا کرد میتونم در هیو اول بیان اجازه بدین در قسمت بالا یه ما رنگ رو تمپرچر رو موارد دیگر رو کم و زیاد کنم بعد بیام حتی رنگ رو تغییر بدم مثلا یک حالت قرمز با آسمون بدم یه مقدار ببرم سمت راست حالت غروب آفتاب رو به خودش بگیره کارمون بعد اکسپوژر رو اگه کم و زیاد کنم میتونم این شدت رو کم کنم آسمون یه رنگ قشنگتری بگیره مطمئنا دیدین در کار عکاسان حرفه ای در پیج های اینستاگرامشون یا جای دیگه در فیسبوک و موارد مختلف همیشه آسمونشون یه رنگ خیلی خاصی داره میانی از یه همچین تکنیکی استفاده میکنن مثلا در حالتی عکس گرفتن که مثلا ساعت دوازده یک بعد از و آسمون باید قاعدتا آبی باشه ولی حالت قروب می بینیم. یه حالت غروب میبینیم یا مثلا دمدمای صبح یه تصویر خیلی قشنگی رو به وجود میارن از فتوشاپ می استفاده میکنن از کمرا را استفاده میکنن و از افکت هایی که اینجوری ما داریم الان اعمال میکنیم استفاده خواهند کرد اجازه بدین یه بار کنسل کنم همه کار رو بریم دوباره فیلتر رو برگردونیم فیلتر کمر را رو و دوباره قسمت براش رو انتخاب کنم اگر همه موارد رو صفر باشن زمانی که شما از براش دارین استفاده میکنین برای درگ کردن همون کاری که من الان دارم انجام میدم و دارم درگ میکنم میبینید هیچ تغییر رنگی نمیبینید به خاطر اینکه همه چیز صفره فقط ناحیه‌مون رو الان داریم انتخاب میکنیم من همه انتخاب کردم اون نقطه و اون دایره هم برای من شکل میگیره نقطه انتخابیم نقطه استارت کارم رو در اصل برای من به وجود میاره حالا میتونم برم سراغ مثلا هیو و رنگ رو تغییراتی که درم میخواد روش اعمال کنم مثلا آسمون رنگش رو عوض کنم یه مقدار ببریم به سمت نارنجی حالا اگه اکسپوزر رو بیشتر کنم جزئیات بیشتر به نمایش در میاد تینت رو کم و زیاد کنیم یه مقدار تمپرچر رو ببریم به سمت رنگ آبی که آسمون برای من یه مقدار رنگش عوض بشه حالا هر رنگی که خودمون مد نظرمون هستش رو میتونیم کم و زیاد کنیم خب دوباره میتونیم برگردیم دوباره کلیک کنیم و درگ کنیم به بخشی از آسمون که جا مونده بود بخشی رو اضافه کنیم هر جایی رو من دوباره کلیک کنم و درگ کنم اون قسمت رنگ بیشتری میگیره و فشار قلم به اون قسمت بیشتره میبینید اون قسمت سمت چپی الان رنگ نارنجی بیشتری رو در خودش داره تا سمت راست میتونم حتی یه جاهایی رو کلیک کنم و درگ کنم یا حتی کلیک ساده کنم به کارم اضافه کنم آسمون می‌بینه حالا یه مقدار تغییرات بیشتری رو در خودش می‌بینه میتونم تصحیح کنم کارم رو با کلیک کردن یا درگ کردن و موارد دیگه در قسمت براش و به رنگ قبلیم اضافه کنم حالا اگر رنگ رو کم و زیاد کنم تمام تغییرات رو اون قسمتی که با براش انتخاب کرده بودم اعمال میشه و در نهایت به رنگ مد نظرم میرسم میتونم مثلا کنتراست رو کم و زیاد کنم تغییر روی کنتراستم بدم و موارد مختلف اکسپوژر رو کم و زیاد کنم اون تصویر که در نهایت میخوام رو به دست میارم هر جایی هم کلیک کنم به ناحیه انتخابیم اضافه میشه و تغییرات در اون قسمت هم اعمال خواهد شد اگر از دکمه کنترل زد استفاده کنم لول به لول میتونم برگردم عقب و تغییرات رو کنسل کنم دقیقا کنترل زد اینجا فعالیت میکنه اگر شورتکات هاتون رو برای تغییر یک مرحله ای گذاشتین روی کنترل آلت زد مثل من که در درس های ابتدایی روی شورت ها کار میکردین بهتون گفتم من میذارم رو کنترل آلت شما هم همینجوری بذارین اگر مثل من از کنترل Alt Z استفاده و برای بر تر... بر تغییر تک مرحله اینجا کار نمیکنه اینجا کنترل زد اه... کار میکنه و دونه دونه اگر بخوایم برگردیم اقعا با کنترل زد بزنیم خب اه... میتونیم از مورد مختلف استفاده کنیم من میتونم از پاکون استفاده کنم بخش از سفر رو که انتخاب کرده بودم و زیاد کارم به نظرم کم کنم یعنی همینجور بکشم دوباره تصویر رو کنسلش کنم یعنی تغییرات شک میگیره اگه کنترل زد رو حالا بزنم تغییراتی که اعمال کرده بودم برمیگرده به حالت قبل ماسک آپشن رو داریم اگر روش کلیک کنم و فعالش کنم یه ماسک برای من به وجود میاد روی تصویرم میتونم مثلا رنگش رو هم انتخاب کنم مثلا بگم یه رنگ سبز برای من به وجود بیار و یه ماسک کلی روی تصویر برای من اعمال میکنه اما اگر غیر فعالش کنم میتونم خودم به صورت دستی قسمت هایی رو بهتون گفتم با ابزار براش جایگزین کنم حالا من روی پاک کنم میتونم دوباره برگردم رو براش و نقاطی که دارم رو تکمیلش کنم اگرم روی به علاوه کلیک کنم و برم جای دیگه یه نقطه جدید برای من به وجود میاره دوستان عزیز و اون رو حالا اضافه میکنه برای من من میتونم حالا به صورت جداگانه رنگ اون قسمت رو تغییر بدم پس اگر میخواین اجازه بدید من کنترل زد و بزنم برگردم یا این نقطه انتخابیم رو روی کلیک کنم و پاکش کنم با دکمه دیلیت اگر میخواین به این نقطه قبلی اضافه کنین نقطهش اول فعال میکنین دوستان عزیزم اون قسمت قبلی نقطهش رو فعال میکنین به رنگ قرمز در بیاد از ابزار براش استفاده میکنیم یا پاک کن شروع میکنیم تغییراتی رو اعمال میکنیم و این تغییرات روی همون نقطه قبلی اضافه میشه یعنی حالا ما یه لایه ای رو در اصل اینجا داریم تغییرات اگر اعمال کنم رنگ رو به هر شکلی عوض کنم همه موارد با هم تغییر میکنن اما شاید دلم بخواد مثلا این ناحیه پایینی جداگان رنگش عوض شه پس دیگه از ابزار براش استفاده نمیکنم اگه ابزار براش رو استفاده کنم به این نقطه قبلی و به این لایه قبلی اضافه میشه میام مجددا روی این به اضافه کلیک میکنم نقطه قبلی سفید میشه یه نقطه جدید در یه جای صفحه اضافه میکنم و حالا اگر نقطه قرمز رنگ رو که اینجا فعال کردم حالا رنگ رو عوض کنم رنگ فقط این پایین اعمال میشه من اگه اکسپوژر رو بیشتر کنم میبینید داره رنگ این ناحیه تغییر میکنه جای دیگه تغییری اعمال نمیشه اگر بخوام جای دیگه تغییرات اعمال کنم میرم نقطه رو انتخاب میکنم محیط رو برای من پریویو نشون میده می‌بینید میگه این قسمت های اعمال میشه تغییرات قرمز شد انتخاب شد میام تغییرات رو اعمال میکنم و میبینید داره تغییر در اون قسمت به وجود میاد در ناحیه پایین دیگه برای من تغییر شکل نمیگیره پس ما با قسمت‌های مختلف آشنا شدیم در قسمت براش من یه دکمه میزنم یه ریست میزنم همه این موارد کنسل بشه میرم سراغ ابزار بعد فعلا سراغ گریدینت نمیرم میام روی نقطه پایینش رادیال فیلتر میخوام بهتون بگم چه کار بردی داره گریدینت رو بذاریم برای بعدی روی این کلیک میکنم در قسمت براش ما یاد گرفتیم که میتونیم ناحیه رو به عنوان براش انتخاب کنیم در قسمت رادیال فیلتر ما میتونیم کلیک کنیم و یه قسمتی رو انتخاب کنیم اجازه بدیم مثلا من الان یه جا کلیک کردم یه مقدار رنگ رو اگر تغییر بدم بهتر مشخص میشه خب من اگر یه جایی رو انتخاب کنم به این شکل درگ کنم یعنی نقطه رو انتخاب کنم و درگ کنم یه دایره برای من به وجود میاره اگر شیفت رو نگه دارم دایره کامل به وجود میاره اگر شیفت رو ول کنم حالت بیزی میتونم به وجود بیارم یه دایره یا هر حالتی که خودم میخواد خودم میخوام بعدا میتونم حتی بچرخونمش یا با این دستگیرهای گوشه ای سایزش رو کم و زیاد کنم کوچیک و بزرگ کنم و دل... حتی جاش رو تغییر بدم و جابجا جا کنم یه نقطه برای من به وجود میاره دوستان عزیزم و کاربردش اینه در صفحه میتونم حتی حالا بیام از ابزار براش داخل رادیو فیلتر استفاده کنم نواحی رو بهش اضافه کنم به این قسمتی که داشتم و کلا حالا همه رو با هم تغییر رنگ بدم اما اگر بخوام یه دایره داشته باشم میتونم از ابزار رادیال براش استفاده کنم فرقش با براش در همینه براش بعد یه قسمت هایی رو ما میگرفتیم و کنترل میکنیم رادیال براش میتونه یه دایره برای ما به وجود بیاره یه بیزی یه قسمتی از صفحه رو فقط تغییر بدیم بیایم اینجا رو مثلا فقط تغییر بدیم البته ابزار براش رو هم داریم اینجا میتونیم بهش اضافه کنیم و کارمون رو تصحیح کنیم یا قسمت هایی رو به این دایرهمون اضافه کنیم مثلا من بیام یه بخش های رو اضافه کنم و تغییرات رو بعدا بیام مثلا با اکسپوژر بیشتر اعمال کنم دایره رو هم میتونم بعدا بیام اینجا جابجا کنم و جاش رو اصلا تغییر بدم بعد برم رو خود دایره قسمت دایره رو جابجا کنم اگر رو براش باشم نمیتونم دایره رو انتخابش کنم میام براش رو ور میدارم روی چیز رادیال فیلتر رو ببخشید ور می میام اینو جابجا میکنم کارهای مختلف میتونم باش انجام بدم ولی رنگ همه با هم یک جا و به یک شکل تغییر میکنه مگر اینکه در جای دیگر کلیک کنم یه دایره جدید به وجود بیارم این دایره رو حالا انتخاب کنم و تغییراتم رو روی این دایره اعمال کنم حالا اگر از ابزار براش استفاده کنم دوستان و این قسمت ها رو بپوشونم Uh, من دستور داده بودم به این ابزار چون این انتخاب شده بود با ریدیال این تغییرات اعمال میشه اگر دقت کنین میبینید بقیه قسمت تغییر نمیکنه حالا اگر بخوام براش رو برای این قسمت قبلی اضافه کنم باید اول بیام روی ریدیال فیلتر ریدیال رو انتخاب کنم و حالا براش رو برای این ریدیال به کار ببرم و نواحی جدید رو انتخاب کنم که رنگش تغییر کنه پس ریدیال و براشتون زمانی به هم متصل میشن و آهن روبایی به هم وصل میشن که شما اول ریدیال مورد نظرتون رو انتخاب کنین و بعد براش یا رو برای اون اعمال کنین مثلا من الان میام رو استفاده میکنم این قسمتی که کار کرده بودم همه رو پاک میکنم پس ریدیال مهمترین بخشه اول ریدیال رو انتخاب میکنین بعد می از ابزار براش یا پاک کن استفاده میکنین برای تغییرات در بخش اون ریدیال یکی رو فعال میکنین و کارها رو روش انجام میدین آپشن های مختلف هم داره که میتونین تغییرات رو اعمال کنین من بیارم این ریدیالی که الان پاک نکردم ابزار رو انتخاب کردم استفاده کنم مثلا کنتراست میتونم کم و زیاد کنم میتونم سایه ها رو تغییر رویشون اعمال کنم میتونم قسمت های سفید رو کم و زیاد کنم قسمت های تیره رو کم و زیاد کنم رنگشون رو و موارد مختلفی که اینجا هستش رو که میتونم اعمال کنم ازشون استفاده کنم ما بقیه موارد یعنی gradient و دو مورد بعدی که red eye و گزینه presets هم هستن میخوام اینا رو در ویدیوی بعدی بهتون آموزش بدم روی این ویدیو دوباره کار کنین خودتون قسمت‌های مختلف رو تست بگیرین اگر متوجه بخشی نشدین دوستان عزیزم لطفا برگردین و تغییرات رو دوباره ببینین من میخوام کنسل کنم یه بارم رو چهره اینا رو ببینیم با هم ببینیم چه کاربردی داشتن اینو کنسل می‌کنم میرم سراغ یه چهره که از عقب دارم و وارد فتوشاپ کردم بریم سراغ فیلتر هامون دوباره کمرو را رو من بیارم بریم سراغ چهرمون و در قسمت براش قسمت هایی رو انتخاب کنیم مثلا ریدیل فرقش با براش همینه دیگه ریدیل میتونیم یه قسمتی رو انتخاب کنیم مثلا بیام یه بخشی از صورت رو انتخاب کنم اول یه دایره به وجود بیارم یه حالت بیزی شکل که صورت رو کامل بپوشونه اینو درگ کنم بیارم بذارمش روی صورت قسمت از صورت رو بپوشونم حالا بیام رنگ رو عوض کنم مثلا میتونم رنگ رو فقط اعمال کنم روی صورت میبینین حالا یه مقدار بزرگترش هم اگه بکنیم اون قسمت های صورت رو بهتر بپوشونیم متوجه منظور من خواهید شد میتونیم مثلا این قسمت های از صورت رو رنگش رو تغییر بدیم بقیه بدن همونجوری میمونه اصلا کل تصویر و رنگ هم همونجوری میمونه میام حتی از هیو یه رنگی رو ایجاد میکنم برای این قسمت ها و تغییرات هم اعمال خواهد شد برای اینکه چشما زیاد تغییر نکنن اجازه این تمپرچر و تینت رو یه مقدار کمترش کنیم حالا تغییرات بهتر مشخص میشه مثلا این رنگ به سمت بنفش بودن بریم خب حالا دو تا دکمه این پایین دارم من اگر روی این کلیک کنم پریویو رو به من میده یه بار تغییرات رو حذف میکنم دوباره تغییرات رو اعمال میکنم ببینیم چه تغییراتی برای ما به وجود اومد در قسمت رادیال فیلتری که استفاده کردیم در سمت راستش یه دکمه هست من فقط یه بار روش کلیک میکنم دوستان یه بار روش کلیک کنیم بیفور افتر رو به نشون میده اون بالا هم نوشته دیگه بیفور افتر رو برای ما اعمال میکنه و اگر من بیام دوباره این نقطه انتخابی رو انتخابش کنم میتونم تغییراتم رو اعمال کنم و کم و زیاد کنم حتی میتونم حالا برم سراغ براشم میبینید یه تیک کوچولی دکمه کوچولو کنار این رادیال قرار گرفته که به این معنیه که شما رادیال رو هم کار کردین حالا میریم سراغ براش میتونیم این قسمتای رو با براش تنظیم کنیم اگر رنگ نمی‌بینیم به خاطر اینه که همه موارد روی صفرن من فقط درگ کردم ناحیه‌مو انتخاب کردم دستگیرش هم اینجا به وجود اومده قرمز یعنی فعاله و میتونم حالا تغییرات رنگی این بالا بدم میبینید این قسمت ها داره تغییر رنگ پیدا میکنه میتونم اکسپوژر رو بیشتر کنم که متوجه تغییرات بیشتر در قسمت بالا بشین و تغییرات رو ببینیدش این هم از این خب می‌بینید قسمت سمت چپی بیفور ما سمت راستی افتر کار ما هستش اگر بخوایم روی ریدیال دوباره تغییرات اعمال کنیم میبینید دکمش اینجا نیست چرا چون ما روی براش هستیم باید برگردیم روی ریدیال دکمش به نمایش در میاد و اون دکمه براشمون غیر فعال میشه اینجا دوباره کلیک میکنم سبز میشه انتخابش میکنم میتونم تغییرات رنگیمو دوباره اعمال کنم و میتونم مثلا یه کاری انجام بدم بیا مثلا من یه همچین حالتی رو انتخاب کنم بیام در قسمت براش تغییرات ابتدایی رو من حذف کنم اینو کلیک میکنم فعال دیلیتش میکنم بیام براشم رو یه ذره کوچیک کنم مثلا بزنم روی 6 پیکسل 5 پیکسل بازم بزرگه دکمه چپ موس رو اگه دوستان من نگه دارم روی صفحه و به سمت چپ و راست موس رو به چرخونم دکمه, چپ دکمه راست موس ببخشید دکمه چپ موس رو گفته بودم دکمه راست موس رو اگر نگه دارم و درگ کنم یعنی سمت چپ و راست بکشم این زاویه برای من کوچیک میشه روی تصویر میتونم ببینم دکمه و سایز قلمم چقدره خب حالا من میتونم بیام یه قسمت هایی رو از لب رو انتخاب کنم همونطور که میبینید قسمت های از لب رو انتخاب کردم و حالا اگه مثلا من هیو رو جمع سمت راست و چپ بکشم یا تمپرچر رو کم و زیاد کنم میتونم رنگ لب رو تغییر بدم از اون رنگی که بود بیارمش به بیار رنگ دیگه تغییرش بدم مثلا به سمت آبی یا سبز ببرم تینت رو اگه کم و زیاد کنیم تغییرات رو بهتر خواهیم دید temperature اکسپوژر هم همینطور اکسپوژر اگه کم کنم رنگ رو بهتر می‌بینم چون اکسپوژر میاد فشار قلم رو زیاد میکنه و رنگ رو تیره میکنه اگه ببرمش به وسط می‌بینید رنگ به سمت آبی داره میاد بعدا میتونم دوباره بیام این قسمت‌ها رو با براش یه مقدار کم و زیاد کنم بیشتر لب رو بپوشونیم که رنگ رو بهتر ببینیم یعنی کار رو تصحیح میکنیم میتونیم حالا هر رنگی که دلمون خواست جایگزین اون رنگ قبلی لب روی صورت بکنیم این کاربردهای های براش و ریدیال بود لطفا دوستان عزیزم خودتونم تست بگیرین روی تصاویر خودتون اصلا های قدیمی که دارین تصویر که با موبایل از خودتون عکس گرفتین یا از مناظر عکس گرفتین مدام امتحان کنید ببینید چه تغییراتی میتونیم به وجود بیارین و خودتون کار رو حتما تمرین کنید این کمرا uh, رو یکی از پرکاربردترین فیلترهای فتوشاپه و واقعا مدام ازش استفاده میشه میبینید چه کاربردهای قشنگی داره میگم اگر متوجه نشدین ویدیو رو ببرین عقب جای مختلف رو دوباره چک کنین بخش مختلف رو دوباره چک کنین و همزمان روی کار خودتونم اعمال کنین تغییرات رو متوجه خواهید شد بیشتر از این توضیح نمیدم در ویدیو بعدی میریم سراغ Gradient و دو مورد بعدی که رد آی و قسمت پریست هامون هستن باشون با کار میکنیم و بیشتر آشنا خواهیم شد ممنونم از همراهیتون با کانال پویت آکادمی موفق باشین ممنونم